با اعلام اعدام محسن شکاری، اولین شهید قیام، با موجی از واکنش‌های مخالف در درون رژیم مواجه بودیم. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با خانم زینت میرهاشمی، سردبیر نشریه نبرد خلق و عضو شورای ملی مقاومت ایران. خانم میرهاشمی، سلام به شما و خوش اومدیم به این برنامه. سلام به شما و درود به بینندگان عزیز. همچنین از این فرصت استفاده میکنم، تسلیت میگم به خانواده شهید قهرمان خیابون ستارخان محسن شکاری و همچنین شهید دوم مجید رضا رهنورد، به همه شورشگران، مردم قیام آفرین در خیابان، به مردم داغدار ایران تسلیت میگم. بفرمایید. درود بر شما خانم میرهاشمی. مضمون مخالفت هایی که در درون رژیم با اعدام محسن شکاری یا احکام اعدام مشابه محسن که الان خیلی هم زیاده وجود داره چیه؟ ببینید، این تقریبا بی سابقه هستش. طی 43 سال که میدونه این خدای دهه 60، جلاد دهه 60 که همیشه بوده و اعدام هم شده، همیشه اعدام بوده، ولی این بار واقعا همونطور که میگین یک چالشی برای رژیم ایجاد شده. خب حالا باید ببینیم که این موجی که توی به اصطلاح الان بحث میشه توی در هرم قدرت، این هستش که اصلا آیا میشه به اینها محارب گفت یا مفسد فعل ارز گفت؟ یعنی خود موضوع به اصطلاح محاربه مورد بحث قرار گرفته. حتی در بین یک سری از همین عمامه‌داران هم چه مخالفت کردن و تا جایی مخالفت پیش رفته، بعضیاشون که میگن که اصلا این میتونه، چون به یک گروهی حمله نشده، میتونه در دفاع از خودش باشه طرف، یعنی به یک پاسدار دفاع کرده در مقابل پاسداری که میخواست بزنه. یا رژیم اومده در سناریویی که ساخته، حتی اینها رو با اون جریان مسجد شاهچراغ و یا داعش مقایسه میکنه. خب یعنی این سناریویی که میسازن و طبق این سناریویی که اعدام میکنن این دستگیر شدگان قیامو، همین سناریوها از طرف خود کسانی که در حکومت هستن یا به نوعی وابسته به حکومت هستن مورد مجادله قرار بگیره. اما حالا ما میگیم که جنسش چیه و چه تأثیری میذاره این همین بحثایی که شده در بین خودشون. اولا که برگردیم به خود همین نوع اعدام، به نظر من این شکل اعدام محسن شکاری و همینطور دو نفر دوم که بعد اعدام کردن، مجید رضا رهنورد، اینا، این شکل اعدام با قبلی ها فرق میکنه. از این جنبه که ببینید، وقتی که خامنه ای یادتون هستش که چندین بار در جلسه به بسیجی ها برگشت گفتش که نترسید نترسید، و همینطور توی موجی که افتاده یه عده‌شون میگفتن که از سر چی میگن امام جمعه شون و نمیدونم نمازخورشون در مسجد و نمیدونم اینا، همه یه موجی را افتاده بود که این میگو اعدام بکنه و یکی نگو اعدام بکنید از این چیزا. یعنی فضایی که ایجاد شده یک محصول جنبش انقلابی هستش که در خیابان هستش، که در قبل وقتی اعدام میکردن همشون با هم چیه؟ یک تاییدی میکردن. خب پس این انعکاسی از جنبش انقلابی هستش که در بالا در هرم قدرت چالش ایجاد کرده. اما دوم، جنس این اعدام چیه؟ ببینید، این اعدام رو در حقیقت وقتی میکنه به این شکل، اونم در عرض کمتر از 3 هفته همه چی رو، سناریو رو ساختن و اعتراف اجباری و از این چیزا با شکنجه فراوان در کنارش حساب کن، یه دم در زیر شکنجه شهید میشن. وقتی که به این شکل اعدام میکنه، در حقیقت این برای تزریق امید به نیروهای سرکوبگر فرسودش، مزدورادش در خیابون هستش، که میگه، یعنی روحیه بهشون میده که برن تو خیابون سرکوب کنن. چون این واقعیته که تمام تهدیدهایی که تالا کردن ثمری نداشته، یعنی نتونسته قیامو در کف خیابون بخوابونه. پس جنس این اینه، یعنی در حقیقت روحیه دادن به مزدورانه، چون از نظر ارعاب که مردم که در کف خیابون دیدن که اینا میکشه. اما چه تأثیری داره این اعدام؟ ببینید، این اعدامی که کرد، تأثیرش این نیستش که مردم برگردن، به این معنا که اتفاقا خشم مردم رو بیشتر میکنه.
همینطور که میبینیم که روزای بلافاصله روز بعدش، اولا که در شب مثلا مجید رضا رهنورد و شبانه نصف شب اعدام میکنه، حتی به خانوادش نمیگن. بعد حتی مسجدی که امروز قرار بوده که اینجا مراسم برگزار بشه میبندن درشو، راه به سمت خونه های اینا میبندن. یعنی اینا حتی از این شهیدی که زیر خاک هستش میترسن. چرا؟ به خاطر اینکه همین کاری که اینا کردن باز یک به اصطلاح تناب دور گردن رژیم رو تنگتر میکنه، از طرفی اون شعله جنبش انقلابی رو در خیابون شعله ورتر میکنه. یک شعاری رو امروز دانشجوها میدادن، دانشجوی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، که میگفتن امید اعدام نمیشود. ببینید در عرض همین 3-4 روزه که این اعدام صورت گرفته، یک موج تنفر و علیه خشونت حکومتی در همه دنیا صورت گرفته و همچنین در ایران، و جوانان شورشی رو نشون میده که علارغم همین مسئله چکار میکنن، اسم این دو قهرمان رو همینطوری فریاد میزنن. خب این نشون میده که این سناریوها شکست خورده هستش از پیش، و در حقیقت کاری که هر کاری که میکنه برعکس خودش تبدیل میشه. و اینم بگم برای به اصطلاح پایان این سوال، این که ببینید این نامهایی مثل محسن شکاری یا مجید رضا رهنورد، اینا نامهایی میشه که در تاریخ انقلاب نامهایی میشه که شجاعت تکثیر میکنه، نه ترس و وحشت از این رژیم. بله درود بر شما، امیدوارم که این سوالو پاسخ داد. بسیار بسیار عالی. خانم امیر هاشمی، همونطور که شما گفتین، الان دقیقا به دلیل روحیه دادن به نیروهای وارفتش هست که رژیم دست به این اعدام در ملای عام، که چرس کنم در ملای مزدوران خودش دست داره. منظورش همون مزدورای بسیج. بله بله، کسی تو خیابون نبود. بله بله، کمان که عفو بین الملل هم سندی منتشر کرده بود که یکی از سرکرده های لعام سریع اعدام کنین، نیاز همین نیروهای وارفته است. خانم هاشمی، حالا سوال بعدی میره که حالا به فرض اگه خامنه‌ای واقعا بیاد به حرف این ایادیش گوش بده، آیا میتونه که نظامشو به این ترتیب حفظ کنه؟ ببین این حرف ایادی که شما گفتی، یه پرانتز اینجا باز کنم. ببینید اینهایی که اعتراض کردن، حتی در ردیف اسامیشون اینجا نمیاریم، همون اصلاح طلبای قلابیشون، بله، خب به اصطلاح خودشون در برابر اون چی که در خیابون میگذره میخوان یه جستی بگیرن. برآمد همه این حرفایی که در هرم قدرت و این مغضوب شدگان زدن، یعنی به نوعی مثلا گفتن که این شامل محاربه نمیشده، اینا همش خروجیش حفظ نظامه. اینو توجه بکنید. حتی اینها مثلا طرف میگه که خب این محاربه نمیشه، حقش اعدام نبود ولی میتونست حبس ابد بگیره. من آخه ببین موضوع اصلا این نیستش. کسی که در خیابان، یعنی مجید رضا رهنورد، در دفاع از خانوادش وقتی بسیجی بهش حمله میکنه با چاقو، یا به این توی خیابون معترضان سرشون میزنن به سنگ فرش خیابون، کسی که از خودش در برابر این دفاع میکنه، این دفاع هستش از خودش. از طرف دیگه کس هر خشونتی که در خیابان هست، این حکومت هستش، عاملش هستش. پس بخوام نتیجه بگیرم، اینا میخوان موضوع رو بچرخونن در بالای حکومت که به صلاح امیدی بدن به مردم، بگن کسایی هستن که در این حکومت مخالف هم هستن. اصلا اینطور نیست. یعنی مسئله ایران، اون چیزی که جنبش انقلابی میخواد، دعوای درون هرم قدرت نیست که حالا یه آخوند عمامه به سری برگرده بگه نه این محاربه حساب نمیشده، این دفاع از خودش بوده، به دوتا بسیجی بوده، میشه اعدامش نکرد، میشه حبسش داد. اصلا چرا اینا باید دستگیر بشن؟ چرا معترض باید اعدامش؟ اینا همشون با نفس اعدام، با نفس حکمهای ضد بشری مخالفت ندارن که. اینا در شرایط فعلی به خاطر چی مخالفن؟ به خاطر اینکه از خیابان میترسن. این در مورد این میخوام بگم. مردم نگاهشون به حرفای مجادله های اینا نیستش. اینو بگم. اما خامنه ای، ببینید خامنه ای اگر میخواست عقب بشینه، باید خیلی وقت پیش عقب میشست.
سیاست یک دست سازشه که انجام داد، این رئیسی قاتل رو در حقیقت اوورد بالا. این حتی در یک به اصطلاح سلاخی در خود هرم قدرت انجام داد، یعنی در مقابل اونها هم عقب نشست. بله. بعد حالا میخواد در مقابل این خروش مردم تو خیابون عقب بشینه. بعد چی رو عقب بشینه؟ اگر عقب بشینه اول باید خودش بره، خودش سقوط کنه. این اسم این جلاد خامنه ای هستش که هر شب فریاد زده میشه بهش، مرگ میگن، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. پس این باید بره. هر عقب نشینی الان بکنه یعنی سقوط نظام. اینو خودشون میدونن، چون مردم چیزی که میخوان خواستشون چیه؟ خواستشون سرنگونی این رژیم هست و خواسته هایی که دارن در چارچوب قوانین ضد بشری این حکومت نمی گنجه. از طرف دیگه خیابونو ما در صحبتهای قبلیمون هم گفتیم خیابون جلوتر از این رژیم هستش. این خیابون هستش که حرکتی میکنه، بعد این رژیم واکنش به این نشون میده. پس چه کار میخواد؟ اگر بخواد بکنه باید در برابر خواست مردم این رژیم سرنگون بشه، یک انتخابات آزاد انجام بشه و خواسته های مردم انجام بشه. از طرف دیگه هم اینو بگم، در کنار همین مسائلی که امروز در خیابان میگذره، دلار رسیده به چند بالای 38، بعد از اون بر فقر بیشتر، یعنی همه اینها هستش و همینطوری هم مسائل و مشکلات نارضایتی مردم داره به خواستهای سیاسی هی اضافه میشه. پس رژیم کجا میخواد دیگه جواب بده؟ به همین خاطر بخوام خیلی خلاصه بگم، این رژیم نه دیگه تواناییشو داره، نه اصلا ارادهشو داره. هر قدمی که بذاره پایین تو این باطلا بیشتر رفته پایین. خیلی ممنون خانم میرهاشمی از توضیحات ارزنده‌ای که دادید و حضورتون تو این برنامه. با تشکر از شما. تشکر از شما که این فرصت رو به من دادید. خسته نباشید واقعا. درود بر شما. خدا نگهدار.